با بهترین درودها 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک کاوشی خواهیم داشت بر اهم مطالب منتشر در روزنامه های امروز شنبه هفتم ماه مهر ایرانی دو موضوع اصلی همچنان بر صدر رسانه های امروز جای گسترده تری داشتند سخنان سران کشورهای قدرتمندی همچون آمریکا و فرانسه و روسیه و در سوی دیگر اظهارات حسن روحانی حول موضوع سوریه و افزایش تعداد جانباختگان حادثه منا همچنین چند موضوع دیگر از جمله بحث و جدل سران جهانی حول بقای بشر است و یا گذار از این خود کامه خاور میانی و ناتمام و نیمه کار گذاشتن سفر حسن روحانی و بازگشتش به تهران اهم مطالب و موضوعات برگزیده ی امشب سه شنبه هفتم ماه مهر ایرانی برابر با 29 ماه سپتامبر میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه مروری خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه سازمان ملل و هواشی پیش آمده در راهروهای این سازمان جهانی با گزیده های سخنان سران ایران، آمریکا، روسیه و اشارات و کنایات حول سوریه در رسانه های جهانی و خانش های مختلف روزنامه های ایران On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations and to invite him to address the Assembly. Alhamdulillah. ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ایران از حکومت اکثریت دفاع می کند و حاضر به کمک به برقراری صلح در سوریه و یمن است ایشان همچنین گفت که ایران آماده کمک به ریشکن کردن تروریسم در منطقه است در سخنانی که شامگاه دوشنبه ششم ماه مهر در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد شد حسن روحانی توافق هسته ای را نیز نمونه ای درخشان از پیروزی بر جنگ خواند و با اشاره به تبدیل سازمان های تروریستی به حکومت های تروریستی پیشنهاد کرد که مبارزه با تروریسم به یک سند و قاعده الزام آور بین المللی بدل شود تا به گفته ایشان هیچ دولتی حق نداشته باشد از تروریزم به عنوان یک روش مداخله جویانه در امر ملت ها حمایت کند حسن روحانی گفته بود که ما آماده ایم که برای نابودی تروریسم و بسترسازی برای تحولات دموکراتیک در منطقه کمک کنیم و اجازه ندهیم اسلحه و ابزار تحول بدل شود. ما همان گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی کمک کردیم آماده کمک به دموکراسی در سوریه و یمن نیز هستیم ما از تداوم قدرت با رأی ملت و نه اسلحه حمایت می ما از حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت دفاع می کنیم این در حالی است که ساعتی پیش از سخنان حسن روحانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود تأکید کرده بود که در مورد بحران سوریه آمریکا با هر کشوری از جمله ایران و روسیه همکاری می میکند. It took 14 Earlier in the day, the president slammed Putin's apparent strategy for defeating ISIS. In accordance with this logic, we should support tyrants like Bashar al Assad, who drops barrel bombs to massacre innocent children, because the alternative is surely worse. The United States supports Syrian rebels, but Putin says the only way to beat ISIS is to back Syrian President Bashar al Assad. <applause> اوباما اضافه کرد که پس از این همه خونریزی و کشتار و آواره شدن مردم در سوریه نمیتوان انتظار داشت که به وضعیت گذشته بازگردیم و بشار اسد بر مسند قدرت بماند سخنانی که به نظر می رسید پاسخی به روسیه و ایران است که اصرار دارند بشار اسد در آینده سوریه باز هم نقش داشته باشد لازم به توضیح است که مشابه همین سخنان را فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه هم بر زبان آورد و گفت که ائتلاف بین المللی بایستی بر آنچه که در سوریه در حال وقوع است پایان دهد اما تأکید کرد که نمیتوان قربانیان و کسانی که دست به کشتار آنها میزنند را گرد هم آورد از این رو اسد که منشأ مشکل است نمیتواند بخشی از راه حل باشد The future of Syria cannot be with Bashar al Assad. Accordingly, during this entire period of time, we must uh, look for this political solution while protecting our interests with some specific targeted military operations that each time must enable us to. به تناسب سیاست های رسانه ایشان خانش های مختلف و خاص خود رو منتشر کردند. از جمله روزنامه ابتکار به نقل از حسن روحانی برجام را برای صلح خواستار شد و یا اعتماد آغاز سخن حسن روحانی را که به نام ملت سوگوار سخن گفت در رسای باختگان حادثه منارو در واقع برجسته تر کرده بود و اما روزنامه ایران ارگان دولت به نقل از حسن روحانی از آغاز فصل جدیدی در تعامل ایران با جهان خبر داد روزنامه شرق در تکنیک های روزنامه نگاری تا حدودی متنوعتر تر از سایر روزنامه های منتشره در ایران عمل می کند با درجه تصاویری از اوباما پوتین و روحانی که گویی یا تنها ساعاتی با فاصله اندک پس از یکدیگر سخن گفتند با اشاره به اینکه به هنگام سخنرانی هاشون هر یک از اینها هیچ کدامشان حضور نداشتند تیت زده بود خطابه در قیابه حریف و در رو تیت اشاره می کرد که بازیگران اصلی بدون حضور یکدیگر سخنرانی کردند. روزنامه قانون تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز را به نطق حسن روحانی در سازمان ملل اختصاص داد و عمدت هسته و فرجام توافق صفحه بندی شد همان که میبینید به نقل از روحانی خواستار دموکراسی برای دنیا و صلح برای خاور میانه شد این روزنامه نیز باراک اوباما و پوتین رو اسای جمهور آمریکا و روسیه رو اضافه کرد و به نقل از اوباما نوشت توافق هسته دنیا را امتر کرد ادامه می دهیم و ورق می زنیم با سایر روزنامه های امروز و مطالب برگزیده بازگشت حسن روحانی به ایران و نیمه کار گذاشتن سفر نیویورک با اصلاب گستردی در بسیاری از روزنامه های امدتن نزدیک به دولت داشت. همان که در برنامه دیشب نیز اشاره کردیم برخی از روزنامه های منتقد دولت منتشره دیروز در پی بهانه‌جویی های مستمرشان بر حسن روحانی خورده گرفتند که با وجود کشته شدن تعداد بیشماری از زائران ایرانی حسن روحانی اصلا نمی بایست به سفر سازمان ملل می رفت و حال که رفته بایستی برای روز تشییع جنازه سفر را نیمه تمام گذاشته و بازگردد که روزنامه آفتابی از شماره دیروز به قلم علیرضا کریمی در یادداشتی به پاسخ مخالفان برآمده بود و اما در این میان روزنامه های امروز از جمله روزنامه آفتابی یزد نیم صفحه اصلی را با تیتری واکنشی آراست و نوشته بود که روحانی بازگشت پروژه تخریب شکست خورد و یا روزنامه آرمان نیز همین موضوع رو تیتر اصلی برگزید که روحانی سفرش را رو نیمه تمام گذاشت برای حضور در مراسم تشییع پیکر حجاج جانباخته ادامه می دهیم با سایر مطالب منتشره در روزنامه های امروز گویا بر اساس گزارش های منتشره تعداد زائران جان باخته رو به افزایش است و بیشتر روزنامه ها با خشم بیشتر امروز به انتقاد علیه مسئولین کشور پادشاهی عربستان سعودی پرداختند در تازه ترین گزارش ها اعلام شد که قربانیان ایرانی منا دو برابر شدند و 21 کانتینر حامل اجساد هنوز باز نشده است که با واژگان تأثرآمیز روزنامه ها به انعکاس این رویداد پرداخته بودند البته در این میان روزنامه های نزدیک به نهاد رهبری همچنان با بحانه های سیاسی و سوءاستفاده سیاسی به موضوع می و از این حادثه دریچه های تازه گشودند تا نسبت به سیاست های رقابت آمیز ها منطقه ایشان گش، کنند از جمله روزنامه جوان و بسته به نهاد سپاه پاسداران که مدعی ابهامات تازه در مناع شد و در خبری تایید نشده بدون سند ادعا کرد که دفن اسناد کشدار 4700 حاجی به دست سعودی که در هیچ منبع خبری دیگری اشاره نشده بود و یا روزنامه رسالت نیز خبر داد که جان باختگان فاجعه منا به 4700 نفر رسید و البته در این میان برخی از روزنامه های تندروتر حتی به کابینه روحانی هم رحم نکردند و به روبان سیاه بسته بر سینه محمد جواد ظریف نیز تاختند از جمله وطن امروز که خواهان خشونت بیشتر دولت روحانی علیه عربستان شد و با طرح پرسش تحریک‌آمیزی پرسید که آیا با ادامه سیاست منفعلانه در قبال عربستان حقوق ایرانیان استیفا می شود و از این حرکت مدنی ظریف با تعنی ترد چنین یاد کرد که روبان عذا بر سینه دیپلماسی. که گویا این لایه های روی نزدیک به شاخک نظامی خواهان خروج دیپلماسی و ورود به فاز نظامی با کشورهای همسایه و منطقه هستند. کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با چکیده چند یادداشت تحلیلی و سیاسی. منا و ماجرای جانباختگان ایرانی و با سخنرانی حسن روحانی دو موضوع اصلی و عمده در ستونهای سرمقاله های تحلیلی امروز روزنامه ها بود دعوای دیرین دولتیان و صدا و سیمای تحت امر رهبری ایران خاصه در موضوعات مهمی چون حضور دولت مردان در سازمان ملل بی ادامه دارد روزنامه ایران ارگان دولت در یکی از یادداشت اصلی شماره امروز با عنوان داستان سانسور سفر نیویورک با گلایه نوشت که سفر روحانی و تحرکات دیپلومات های ایران با همه باستاب های که در جهان غرب و عرب داشت در رسانه های داخل در دایره تنگ نظری های جناهی گرفتار آمد شبکه تونروهای داخل کشور با همان عینک بدبینانه و قرزالو در سفر نیویورکی روحانی نظاره کردند که توافق هست را به بوته فراموشی یا تحریف سپرده بودند که زبانی به قایت گلای آمیز بود از رسانه مصوم به ملی صدا و سیما که خوب پوشش نداده بود ورق میزنیم با روزنامه دیگر و موضوعاتی دیگر در قوقای تنشهای نوشتاری هر از گاهی در برخی از روزنامه های میانه رو بر لزوم تدبیر درست و مهار خشم در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای نیز تأکید می شود از جمله محمد توسلی فعال پرسابقه سیاسی مقیم ایران با یادداشتی در روزنامه شرق نوشت همانطور که رئیس دولت یعنی حسن روحانی در پیامشان به مناسبت این حادثه یعنی حادثه منا تأکید کردند تشکیل کمیته حقیقت در این زمینه ضروری است تا دلایل این رخداد مشخص و پیگیری شود همچنین پیشنهاد رئیس اسبق سازمان همکاری های اسلامی مبنی بر پیگیری فاجعه رخ داده توسط سازمان همکاری های اسلامی می تواند به زمین نویسنده راهکار مناسبی برای این موضوع باشد نویسنده روزنامه شرق در پایان نتیجهگیری خود با تأکید بر تدبیر سیاسی معتقد بود که در حال حاضر منطقه خاور میانه با بحرانهای زیادی روبروست و دیپلماسی و اقلانیت حکم می کند این حادثه بهانه‌ای نشود برای افزایش تشنجهای منطقه‌ای. نظر به تکرار موضوع منا در روزنامه ها و همینطور سخنان حسن روحانی گزارشی کمی متفاوتتر رو انتخاب کردم در این بخش از برنامه از روزنامه آرمان زمینخواری این بار با نام امامزاده بر اساس گزارش منتشر روزنامه آرمان رئیس سازمان جنگل ها و آبخیزداری از برخورد با زمینخوارانی که با نام امامزاده سازی کار می کنند وارد عمل شده بر اساس گزارش منتشر روزنامه آرمان معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره زمینخواری به بهانه ساخت امامزاده گفت در روستای انواج لواسانات کوچک برخی از زمینخواران تابلودار این منطقه ترفند جدیدی برای زمین خاری برگزیدند چرا که در صدد ساخت امامزاده در محلی بودند که اصلا مشخص نیست که امامزاده در آنجا بوده است یا خیر که البته با انجام اقدامات و همه های صورت گرفته جلوی ادامه روند ساخت و ساز و نصف گنبد و سازه این امامزاده رو گرفتیم مقام کشاورزی گفته است تا پرونده آن روشن شود خدا کرم جلالی در این راستا اضافه کرد که علت همکاری اداره اوقاف شهرستان و داشتن یا نداشتن تاریخچه و شجر نامه از جمله مسائل ابهامامیز است که با تعامل صورت گرفته با سازمان اوقاف در پی یافتن پاسخ آن هستیم زمینخواری در این روستا به شیوهی جدید صورت گرفت به گونه ای که این متخلفان عرصه ای را که به گفته ی ریش سفیدان این روستا محل چرای دام آنها طی ده های اخیر بوده است را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امامزاده جدیدی در این روستا هستند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمت رسانی به زائران اقدام به تصرف عراضی محدوده آن و ساخت و ساز کنند. که پس از کشف امامزاده های بسیار نامعنوس همچون امامزاده بیژن در ایران شنیدن این موارد هم بسیار عجیب می نماید. و در وقت باقی مانده با یه خبر کوتاه که بسیار مرتوجه رسانه ها قرار گرفت همانا دست دادن ظریف و باراک اوباما در راهروهای سازمان ملل بود بنابر گزارش ها از مقر سازمان ملل در نیویورک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با یکدیگر دست داده اند شبکه ی خبری بلومبرگ بامداد امروز هفتم ماه مهر گزارش کرد که این موضوع را یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود نیز تایید کرده است برخی از خبرنگاران حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله خبرنگار روزنامه هارتس ها نیز گزارش مشابهی از دست دادن تاریخی اوباما و ظریف منتشر کردند و اما نکته جالب این موضوع نزدیک شدن های مسئولین آمریکایی و جمهوری اسلامی همانا و های جوانان ایرانی و برخی از کنشگران در شهر شبکه هاست به همین تناسب که گروه های و مخالف گشایش روابط ایران با جهان آزاد به حجم انتقادهایشان افزودند تا جایی که پیشتر گروهی از اصولگرایان و مقامات ارشد نظامی در ایران در پی گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما انتقادهایی رو علیه رئیس جمهوری ایران مطرح کرده بودند از جمله همان گونه که به استهزار دارید محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به سراحت آن رو آن گفتگوی تاریخی اوباما و روحانی رو اشتباهی تاکتیکی توصیف کرده بود در این غوغا و هنگامه و در این ماجراها در سوی دیگر داستان در نخستین ساعات پس از انتشار این خبر هشتک هایی با عناوین ظریف اوباما در شهر شبکه ها راه اندازی شد در عین حالی که جمعی از ساکنان عرصه کوی سایبری همه این روزنه ها را برای بهبود وضعیت ایران و ایرانیان مطلوب و مناسب می دانستند و ارزیابی می کردند اما گروهی دیگری نیز با ابراز تأثیر و تأصف از این میزان فرو رفت و افت شعن ایرانیان و دیپلماسی منطقی ایران و جایگاه ایران در جهان با انتشار و بازنشر تصاویری از محمد شاه پهلوی پادشاه فقید ایران که عمده سران و مسئولین جهان از مراوده با ایشان مفتخر و مبتهج بودند افسوس میخوردند که روزی پادشاه ایران و مسئولین عالی رتبه آن زمان به سلامتی هم شراب سر میکردند و الان با یک دست دادن دو مسئول ایرانی و خارجی موجی عجیب راه میافتد و با این تق خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد از شما دعوت می کنم بیننده برنامه خبری تحلیلی آن سوی خبر باشید که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود